یکی از شمهایی که خیلی درخواستش زیاد بود که آموزشش رو بذارم شم دوجداره بود که امروز میخوام بهتون یاد بدم. برای درست کردن این شم شما میتونید از شیشه یا قالب استفاده بکنید، هر دوشو میتونید استفاده کنید. اولین کاری که باید انجام بدین اینه که یه شم قالبی ساده درست بکنید برای خودتون و هر رنگی که میخواید باشه. من جو سفید درست کردم که یک سایز از اون قالب اصلیتون که میخواید توش کار بکنید کوچیک‌تر باشه. البته اینکه میگم یک سایز بستگی داره به نوع تزییناتی که میخواید کار بکنید. اگه تزییناتتون باریک و کوچیک هستن و امکان تکون خوردنشون هست، بهتره که فاصله سایزی قالب هاتون مثلا این دوتا با هم دیگه کم باشن. ولی اگر تزییناتی که میخواید استفاده کنید مثل اینه که من اینجا دارم پهن‌تر هستن، بهتره که یه مقدار فاصله سایزی قالب هاتون با هم دیگه بیشتر باشه که راحت بتونید جا بدید تزیینات رو توی قالبتون. و این کار رو باید انجام بدین به این صورت که باید شمع قالبی که درست کردید رو داخل قالبتون، حالا هر چی که هست بذارید، قالب بزرگتره، و بعد بقیه‌اش رو هم جلوتر بهتون میگم. وسایل مورد نیاز برای این شمع رو هم جلوتر حتما براتون می‌نویسم اگه خواستین درست کنین. همونجور که نوشتم برای شمع داخلیتون، یعنی شمع قالبی ساده که آموزشش همین بالا براتون میذارم، اگه بلد نیستید میتونید از پارافین ساده یا کریستال استفاده کنید. پارافین ساده منظورم 1% هستش، میتونید از اون استفاده کنید. ولی برای سطح بیرونی شمعمون حتما باید پارافین کریستال باشه که حالت شفاف داشته باشه و تزییناتمون مشخص باشه. برای تزییناتی هم که میخواین داخل شمع انجام بدید میتونید از هر چیزی استفاده بکنید، مثل گل خوش، قهوه یا حالا هر چیز دیگه که خودتون دوست دارید. برای چرب کردن داخل قالبمون هم شما میتونید از اسپری سیلیکون یا روغن مایع استفاده بکنید. از روغن مایع میتونید استفاده بکنید چون که ما میخوایم ظاهر شممون رو سشوار بگیریم و تمیز بکنیم. اگه روغن هم استفاده کنید و ظاهر شمتون تمیز نشه مشکل به وجود نمیاد. و به دو سایز قالب نیاز داریم که سایز کوچیک اون سایزی میشه که شمع قالبیمون رو توش درست میکنیم، و سایز بزرگ هم اونی میشه که شمع قالبی رو توش قرار میدیم و دورش رو با تزیینات پر میکنیم. حالا جلوتر نشونتون میدم اگر که متوجه نشدید. اگر هم دوست دارید بدونید که چجوری با قالب فانوسی شمع دوجداره درست کنید، یا یعنی اینکه چجوری روی شمع‌های جارتون رو با گل تزیین بکنید، لینک این ویدیوها رو براتون توی کپشن میذارم، حتما چکشون بکنید. حالا بریم سراغ بقیه آموزش. همونجور که گفتم برای چرب کردن قالبمون نیاز به اسپری سیلیکون یا روغن مایع داریم که من اینجا میخوام از روغن مایع استفاده کنم که ببینید که برای این شمع اگه از روغن مایع هم زیاد استفاده کنید و زیاد هم بزنید مشکلی وجود نمیاد. توی سطح قالبتون، حالا من میخوام اینجا از این ظرف شیشه ای استفاده بکنم یا اگه شما از قالب پلاستیکی هم استفاده میکنید از همون، هرچی که هست رو کاملا چرب میکنید، خیلی خیلی چربش میکنید. اینجا اگر که بیش از حد هم روغن یا اسپری سیلیکون بزنید هیچ مشکلی برای شمعتون به وجود نمیاد. پس اگر که مثل من از ظرف شیشه ای مخصوصا استفاده میکنید حتما حسابی بهش روغن بزنید تا راحت بعد از خشک شدنش در بیاد. حالا وقتی خوب داخل ظرف یا قالبتون رو چرب کردیم، وقتشه که شروع به تزیینات بکنیم. اینجا من اولین کاری که باید انجام بدم اینه که شمع قالبی رو داخل این ظرفم بذارم. حالا چون من این ظرفم توش حالت برآمدگی داره، شمعم وای نمیستاد، برای همین اولش این دارچین ها رو گذاشتم کنارش تا اون حالت فیکس شدگی رو به من بده و وایسه تا بتونم تزییناتم رو بچینم. اینکه چه تزییناتی رو بچینید و چه جوری بچینید کاملا سلیقه‌ای هستش و میتونید هر جوری که دوست دارین انجام بدین. من جای مقدار گل هام کم بود، برای همین سطح شمم خیلی پر و قشنگ نشد، ولی خب چون هر جا رفتم گل پیدا نکردم که بخرم و الان دیگه جایی هم نبود که آنلاین برام ارسال بکنه و میخواستم آموزشش رو زودتر براتون بذارم که با همین گل هایی که داشتم درست کردم. حالا به همین ترتیب باید هر تزییناتی رو که میخواین، اینجا مثلا من از گل‌های مینا استفاده کردم، بچینید به اون نحوی که میخواین داخل شمعتون. این کار یه مقدار زمانبر هستش چون باید خیلی ملایم این کار رو انجام بدین تا گل‌هاتون خراب نشه، و سعی کنید به اون ترتیبی که دوست دارید بچینید تا قشنگ‌تر بشه. مخصوصا که اگه اون حالت عکسایی که توی اینستاگرام می‌بینید و خیلی برام می‌فرستید می‌خواید کار بکنید، بهتره که حتما خیلی خیلی سر فرصت این کار رو انجام بدین تا اون حالت خیلی مرتب و قشنگ بودن رو شمعتون داشته باشه. برای تزیین شمعتون می‌تونید از هر چیزی استفاده کنین همونجوری که قبلا گفتم، و
و کاملا سلیقه‌ای هستش. و اگر که شمع شما یه شمعی هستش که گل‌هایی که توش می‌خواید استفاده کنید گل‌های نازک‌تری هستن یا گل‌هایی هستن که حالت تخت دارن، مثل گل نرگس خوش شده که حالت خیلی تختی داره، بهتره که فاصله سایز بین شمع قالبیتون و قالب بزرگترتون کم باشه که اینها سر جاشون وایسن و وقتی پارافین می‌ریزین توش بالا نیان. البته که اگر که خیلی نازک هستش اون تزیینات که می‌خواید انجام بدین، بهتره که فیکس بکنید تزیینتتون رو که توی ویدیوی شمع فانوسی دوجه داره این رو من براتون کاملا توضیح دادم که چه نحوی باید فیکس بکنید. اگه دوست داشتین حتما اون ویدیو رو نگاه بکنید. یک مقدار اگر که نور تصویر بده، من معذرت میخوام، چراغم خراب شده بود، اینجا یکم سخت بود شرایط فیلم برداری برام، ولی چون قول داده بودم که زودتر براتون بذارم این آموزش رو، دیگه یکم مجبور شدم با این شرایط سخت و نور یکم نامناسب فیلم بگیرم براتون، ولی امیدوارم که حالا دیگه به کارتون بیاد و کاربردی باشه. و به یه نکته هم دقت بکنید که وقتی که شمع قالبی برای آموزشاتون درست میکنید حتما به اعضای خانواده بگید که اشتباهی بر ندارن و به عنوان شمع برای استفاده خودشون ازش استفاده کنن که این شکلی بشه آموزشاتون. حالا وقتی گلها رو چیدین وقتشه که پارافین رو ما به این اضافه کنیم. دمایی که برای پارافین باید باشه وقتی میخواییم داخل این بریزیم، برای قالب پلاستیکی که همون حدود دمای قالب ریزی برای مثلا همون قالب پلاستیکی همون دمایی که میشه حدودم، و برای ظرف شیشه یکم بذارید خنک‌تر بشه، یه همچین دمایی بودن باشه که وقتی که پارافین شما روی چوب بستنی میدید، الان همچون که دیدین خورد به دست من، نسبتاً سریع خنک بشه ولی خودش هم کامل نگرفته باشه و هنوز شفاف و مایع باشه. و اینجا آروم آروم از کناره ها به شمعتون اضافه کنین. توی چند مرحله این کار رو انجام بدین حتما، و حین اضافه کردنش سعی کنید که یک مقدار هم تکون بدین به ظرف یا قالبتون که پارافین همه جای گل ها بشینه و هیچ جا حالت سوراخ و بدون پارافین نمونه. یه حالت حبابگیری میتونیم بهش ضربه بزنیم. دقت کنیم به این نکته که من این رو اول ویدیو نگفتم چون ازم خیلی مشخص بود، ولی الان گفتم بگم شاید دیگه حواسش نباشه. اگر که از قالب استفاده میکنید و قالبتون کفش سوراخ هستش، حتما کف قالبتون رو فیکس بکنید، حالا با یه چسب یا با خمیر بازی یا حالا خمیر خشک‌نشو یا با هر چیزی، به یک نحوی فیکسش بکنید که پارافین ازش بیرون نریزه. پارافینتون رو هم که پارافین کریستال باید توی این مرحله اضافه کنید، همونجوری که اول گفتم، پارافین کریستالتون رو مرحله مرحله اضافه بکنید که قشنگ به خورد گل‌ها بره. و اگر که دوست داشته باشین میتونید این پارافین رو روی سطح شمع قالبی که گذاشتید بریزید و قشنگ هم سطح بشن، یا اینکه میتونید پایین‌تر بریزید، این کاملا سلیقه‌ای هستش. اگر که میخواین تزییناتتون رو روی شمعتون کار بکنید، که یک نمونه عکسش رو تو اینستاگرام گذاشتم توی هایلایت شمع دوجه داره، کاری که باید انجام بدین اینه که شمع قالبیتون رو که گذاشتید توی قالب بزرگترتون و پارافین رو ریختین، هیچ تزییناتی لازم نیست انجام بدین. وقتی پارافینتون به یک همچین مرحله رسید که همونجوری که می‌بینید نیاز به گودگیری داره، برای گودگیری این الان نیازی به اینکه شما سیخ چوبی داخلش بزنید نیست و فقط می‌تونید همینجوری بریزید. توی این مرحله گودگیری وقتی یک مقدار پارافینش خنک شد، اونجا بهش تزیینات رو اضافه می‌کنید. اگر که فاصله شمع قالبیتون با قالب بزرگترتون زیاد هستش، بهتره که به حالت با سیخ چوبی هم یک مقدار سوراخ بکنید و پارافین بزنید، ولی من چون فاصلهش کم بود، من دیگه همینجوری بهش پارافین رو اضافه کردم و نیازی به گودگیری دیگه نبود. این میشه نتیجه شمع ما وقتی که از قالب درش میاریم، که همونجوری که می‌بینید کاملا گل‌هاش هنوز مشخص نیست. اینجا به این نکته، به دو تا نکته اینجا دقت کنید. یکی این که حتما میتیلی که انتخاب می‌کنین اندازش متناسب باشه با اندازه اون قالب بزرگترتون، چون شمع شما در واقع قراره اونقدی بشه. و نکته دوم این که فیتیله شمع قالبیتون رو بلند بزنید که راحت بتونید بیرون بکشینش. من همونجوری که گفتم اشتباهی شمع رو روشن کرده بودم و بر همین مجبور شدم که از همین استفاده بکنم. برای این مرحله حتما یه کاغذ یا حالا پلاستیک یه چیزی سینی چیزی زیر دستتون بذارین، چون یک مقدار کثیف کاری داره. حالا که کاری که انجام بدیم این که شمع قالبیمون رو روی یک چیز بلند بذاریم که وقتی که بهش سشوار میگیریم پارافین ها کفش جمع نشه و خرابش بکنه. میتونید از لیوان یک مصرف استفاده کنید یا از این کاترها که من اینجا از این استفاده کردم، برای اینکه پارافین هم که پایین ریخزش روی کفش هم جمع نشه و بریز ازش پایین و سطح شمع هم رو خراب نکنه.
حالا توی مرحله بعدی ما نیاز به سشوار داریم که می‌خوایم به سطح شمعمون کاملا سشوار بگیریم تا این گل‌ها و تزئیناتمون بیشتر مشخص بشه. این کار رو کاملا باید سر فرصت انجام بدین چون زمانبر هستش و اینکه هر چقدر شما بیشتر سشوار بگیرید به همون اندازه هم گل‌هاتون بیشتر معلوم میشه. برای گرفتن سشوار سعی کنید خیلی سشوارتون رو نزدیک نکنید بهش، ولی خب خیلی هم دور نباشه. اولش میتونید نزدیک کنید، ولی بعدش که خواستید مثلا یک مقدار تزئیناتتون بیشتر مشخص شد سعی کنید از دور بگیرید که حالت اون خطوطی که پارافین ازش آب میشه کمتر مشخص بشه و سطح شمعتون صاف‌تر بشه و به همین ترتیب شمعتون رو بچرخونید و کاملا دور تا دورش رو سشوار بگیرید تا پارافین‌هاش آب بشه. همونجور که میبینید هم پایین شمع من داره پارافین‌های مایع میریزه و اگه من چیزی زیرش نمیذاشتم کف شمعم جمع میشد و ظاهرش رو خراب می‌کرد. اینکه چقدر سشوار بگیرید تا چقدر تزئینات روی سطح شمعتون مشخص باشه کاملا سلیقه‌ای هستش و میتونید بیشتر از من یا کمتر از من بگیرید. من اینجا خیلی سشوار نگرفتم ولی به نظر خودم در همین حد کافی بود، ولی اگر که شما بخواید تزئیناتتون بیشتر مشخص بشه بهتره که بیشتر سشوار بگیرید. و همونجوری که گفتم من چون گل‌هام کم بود سطح شمعم یه مقدار زیادی خالی هستش، ولی شما اگر که میخواین این مدل شمع‌ها رو درست کنید بهتره که حالا خیلی مرتب و تمیز گل‌هاتون رو بچینید و یه مقدار اگر دوست دارید بیشتر از این و اینکه حالا به چه شکلی بچینید هم که کاملا سلیقه‌ای هستش. میتونید فقط قسمت پایینش رو کار کنید، میتونید فقط بالاش رو کار بکنید، هر جوری که دوست دارید. قشنگ کامل به همه جاش سشوار بگیرین. همونجوری که میبینین اون اول ویدیو هم گفتم اگر که شما از روغن استفاده کرده باشید هم هیچ مشکلی روی سطح شمعتون به وجود نمیاد و همونجوری که این خطوطی هم که الان کف شمع من میبینید به خاطر این کاتره هست که روش گذاشتم و این کاغذ رو هم همونجوری گفتم حتما زیرش بذارین چون این حالت پارافین آب شده کاملا زیر سطح شمعتون هستش و همونجوری که می‌بینین کفش هم من هم هیچ پارافینی نچسبیده و ظاهر کفش بد نشده. اینجاهاشو که بیشتر و با حوصله تر سشوار گرفتم شم من گل‌هام کاملا مشخص‌تر هستش و یه همچین چیزی میشه نتیجه نهایی شم شما که حالا شما میتونید بیشتر از این سشوار بگیرین، کمتر سشوار بگیرین و اینکه یکی دو بار که درست کنید کاملا دستتون میاد. اصلا کار سختی نیست درست کردن این شم و اگر که حالا سشوارتون رو از فاصله مناسب از یک مقدار همون حدود فاصله که دیدید توی تصویر بگیرید نیازی به اینکه بخواید سطحش رو تمیز بکنید هم نیست چون منزه کافی خوش تمیز بشه. به این نکته دقت کنید اگر شما میخواین که شمع دوجداری درست کنید که وسطش حالت خالی داشته باشه، یعنی نخواهید از شمع قالبی استفاده کنید هم وسطش باز باشه و قالبی که استفاده میکنید حتما به این نکته دقت بکنید که کف این قالب رو شما باید بپوشونید با یه چیزی از قسمت داخلیش، وگرنه پارافینی که شما میریزید داخل این قالب بزرگترتون امکان داره که وارد این قالب کوچیکه بشه و سطح شمعتون رو خراب کنه. حتما هم از داخل بپوشونیدش که مشکلی به وجود نیاد. به این نکته هم دقت بکنید. اگه از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما کانال من رو سابسکرایب بکنید، این ویدیو رو هم لایک بکنید. اگر که به آموزش شمع‌سازی علاقه دارید میتونید پلیلیست هایی که توی کپشن میذارم رو چک بکنید. اگر هم شمع خاصی رو دوست دارین یاد بگیرید میتونید توی کامنت ها یا توی اینستاگرام به هم بگید تا براتون آموزشش رو بگیرم و بذارم. این میشه نتیجه نهایی شمع ما و اونجایی که سشوار بیشتر گرفته همونجوری که میبینید خیلی بیشتر بهتر و قشنگتر شده. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه درست کردین این شمع ها رو خوشحال میشم عکسش رو اینستاگرام برام بفرستید.